بسم الله الرحمن الرحیم. اول عذر میخوام ازتون که این مقدار دیر شد، ما توی ترافیک مونده بودیم. میخوام امروز یه دونه پکیج امنیتی رو خدمت معرفی کنم که شاید خیلی ها ما واسه اینکه امنیت شرکت ها اون سازمان ها برقرار بشه، امنیت اطلاعاتمون، راضیم واقعا واسه اش خیلی هزینه کنیم. یه مطالعاتی توی آمریکا از 350 تا شرکت انجام شده که هر کدوم از اینا به خاطر از دست دادن اطلاعات شرکتشون، حالا به هر نحوی، کارمنده اخراج شده، استعفا داده، یا نه خیلی عمدی یا سهوی اصلا شرکت خارج شده، حدود 8.3 میلیون دلار هر کدوم این شرکت ها ضرر خوردن از اینکه اطلاعاتشون خارج شده. یه چند تا شرکت توی دنیا هستن که یه سری نرم افزار و یه سری پکیج امنیتی ارائه میدن. اسمشو گذاشتن DLP. DLP یعنی چی اصلا؟ وقتی که اومدن DLP رو ارائه دادن، گفتن که اسمش میشه Data Loss Prevention. گفتن یعنی اینکه اطلاعات گم شده. ولی در حالی که اصلا اطلاعات گم نمیشد، اطلاعات رو میدزدیدن. اسمشو تغییر دادن Data Leakage Prevention. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما جلوگیری کنیم از اینکه اطلاعات شرکتمون خارج بشه. سازمانا واسه اینکه بتونن از خروج اطلاعاتشون که خیلی هم براشون مهمه و شاید به درد شرکت رقیبشون بخوره، اصلا بتونن جلوگیری کنن از اینکه اطلاعاتشون خارج بشه، خیلی کار انجام میدن که اصلا بحث هزینه توش دیده نمیشه. شما واقعا راضی هستین به خاطر اینکه امنیت اطلاعاتتون برقرار بشه هزینه کنین؟ این چیز کاملا طبیعیه. حالا DLP چی کار میکنه؟ DLP فقط یه نرم افزار نیست. DLP یه راهکاره، در واقع راهکاری که ما بتونیم پیاده سازی کنیم، نه یک باره بلکه توی زمان، توی دراز مدت پیاده سازی کنیم و نذاریم اطلاعاتمون از شرکت خارج بشه. توی چند تا سازمانی که توی ایران هست، حالا اسمشو نمیگم، از این قضیه واقعا ضربه خوردن. حالا به خاطر اینکه یا از کشور خارج شده اون کارمندشون و به درد اون وریا خورده، یا رفته توی اینترنت پخش کرده و خواسته پولی رو دریافت کنه. DLP هم وقتی که ارائه شد، خیلی از شرکت ها زیاد بهش اعتماد نکردن. گفتن شاید این که یک راه جاسوسی باشه برای خروج اطلاعات. بیشتر نرم افزارهایی که الان توی دنیا هست، همتون میدونی، یه سری باگ داره. یعنی چی؟ یه سری حفره داره. حفره هایی که مهاجما یا همون هکرای کلاه سیاه بهش میگن، اطلاعات رو خیلی راحت ازش میارن بیرون. وقتی این نرم افزار میاد، یا به طور مثال یه فایروال سخت افزاری، وقتی فایروال سخت افزاری میاد و جدیدم هست، حتی شرکت سازندم نمیدونه این چه دریچه هایی داره، چه باگایی داره که بتونه اینو پوششش بده. شرکت کسب ریسکای دیگه همه میشناسن، نرم افزار آنتی ویروس معروف ترینشه که تولید میکنه. نرم افزار آنتی ویروسش میاد جلوگیری میکنه، نمیدونم اطلاعاتو نمیذاره بره، محافظت میکنه، ویروس نمیاد. بعد وقتی هر یک ماه یک بار که سر میزنی به سایتش، میبینی هی یه پچ جدید میده. این پچ ها چیه واقعا دلیلش؟ دلیلش این که تمام نرم افزارهایی که تولید میکنه نمیدونه چه باگی داره و مهاجما از این باگا به راحتی استفاده میکنه. یه سری اتک ها هست که بهش میگن زیرو دی. یعنی چی؟ یعنی این که اصلا شرکت سازنده یه فایروال سخت افزاری میذاره در اختیار همه، قیمتش هم انقدر، استفاده کن. مهاجم اولین کاری که میکنه، میاد تمام راه های نفوذ به داخل این فایروال میسنجه. اولین راهی که پیدا میکنه، بلا فاصله میره داخل، اطلاعاتو میاره بیرون. شاید از این قضیه 6 ماه میگذره، حتی اون شرکت که فایروال ساخته و
اون شرکتی که داره از این فایروال استفاده میکنه هیچ اطلاعاتی ازش نداره که داره اطلاعاتش میره بیرون. فیچرهای DLP چیه؟ چون که DLP قراره توی سازمان ما پیاده سازی بشه و به مرور زمان هم قراره پیاده سازی بشه و یک باره نمیاد چون نرم افزار نیست، همه کارمنده ها در قبالش مقاومت نشون میدن که آقا چرا میخوای ما رو رصد کنی، چرا میخوای مانیتور کنی، شاید من ایمیل شخصیمه، نمیدونم از این حرفا. ولی چون خروج اطلاعات واسه تمام شرکت ها مهمه، دیگه واقعا نباید به این مسئله دقت کنه. یه اتفاقی که خودم دیدم، یعنی واسه خود من اتفاق افتاد توی یکی این سازمان های خیلی بزرگ، واحد مالی یه سری اطلاعات مالی داشت، بعد با یکی از کارمندای اداری رابطه خوبی داشت، تمام راه های خروج اطلاعات توی این سازمان بسته بود. یعنی چی؟ توی واحد مالیشون ایمیلشون بسته بود، نمیدونم فلششون بسته بود، سیدیشون بسته بود و خیلی چیزهای دیگه. اما لند مسنجر داشتن، یعنی همون اتوماسیون داخلی اداری که همه دارن. با این کارمند اداریه میاد میگه که شما لطف کن که من اطلاعات مالی شرکت رو ببینم چه جوریه، خیلی از راه دوستانه وارد میشه. اطلاعات از طریق لند مسنجر انتقال میده به این کارمنده که تو واحد اداریه و هیچ گونه محدودیت خروج اطلاعاتی هم نداره. این کارمنده ور میداره اطلاعات میزه روی فلش، با خودش میبره و پخش میکنه که خیلی هم درز نشد توی ایران و قیمت خیلی خوبی هم داشت ازش در میابرد که آخرش شناساییش کرد. یعنی ما میخوایم یه راهکاری رو ارائه بدیم که حتی اطلاعات رو از هر طریقی به هر کسی میخوایم بفرستیم، چه ایمیل، چه فلش، چه لند مسنجر، راهش رو ببینیم، اصلا ببینیم از کجا داره میره، کجا داره میره، به کی داره میره. یکی از فیچرهای DLP ایمیله. یعنی چی؟ یعنی میاد شما هر ایمیلی بزنی به هر، میگم خیلی ها دوست ندارن این اتفاق بیافته چون شاید ایمیل واقعا شخصی باشه، اما مجبورن سازمانا به خاطر اینکه اطلاعاتشون داره لو میره. ایمیل چی کار میکنه؟ میاد دقیقاً فایل یا اون متنی که شما میخواین ارسال کنی، حتی فایل اتچ شده اونم میاد مانیتور میکنه و راهشو میگیره. یعنی چی؟ یعنی من یه PDF مخصوص شرکت دارم، اطلاعات محرمانه توشه، میام با یکی از این فیچرهای DLP روش کد گذاری میکنم، یعنی فقط این مورد توی واحد مالی روی این سیستم و فقط با همین پورت وقتی وارد شد کار کنه، حتی یه فلش دیگه بزنن ببرن جای دیگه کپی میشه ولی جای دیگه اجرا نمیشه. اومدن گفتن خب بیایم راه کپی و کات شدن اینم بگیریم. یه راهکاری هم ارائه دادن روی اون فایل مورد نظر، حتی کپی و کات هم بستن. بعد اپلیکیشن میبینین یه سری از این فیچرهای DLP، مثلا اپلیکیشن منیجمنت، میاد تمام اپلیکیشن هایی که توش باگ داره و امکان خروج اطلاعات ازش هست رو شناسایی میکنه و جلوشو میبنده. و جالب اینو بدونین که خود راهکار DLP و نرم افزار DLP هم باگ دارن. و تا چند وقت پیشم که یکی از این شرکت ها وقتی داشت محصول رو میفروخت، خودش داشت اطلاعات کسب میکرد از همین طریق، چون که الان شرکت آمازون داره ظاهرش رو شما میبینید یک سایته که مثلا گوشی گذاشته، نمیدونم لپتاپ گذاشته، ولی درآمد اصلی آمازون از اطلاعات مردمه. یعنی چی؟ یعنی شما میری یه دونه ثبت نام میکنی توی سایتش، عضو میشی، یه سری اطلاعات ازش میگیری، من گوشی اینو میخوام، بعد یه به مرور زمان یه سری موردا رو به شما پیشنهاد میده، میگه که این گوشی هم خوبه چون شما سلایقتون نشون میده که به این علاقه مند. میرین جلوتر، هی اینو میخرین، اونو میخرین. شرکت آمازون با فروش اطلاعات مردم که دیتابیسش کرده به شرکت گوگل، سنگین ترین تراکنش مالی رو تو سال 2014 داشته.
اومده اطلاعات فروخته. پس ببینید چقدر اطلاعات مهمه که ما حتی راضیم واسه به دست آوردنش هر چقدر که بشه پول بدیم. فیچرهای دیگه ای هم داره این DLP، مثل ایمیل فیلترینگ، وب فیلترینگ، بندویت منیجر، اسست منیجمنت. روی شکلش من بهتر توضیح میدم. بله. این که حتی CD یا DVD یا فلش هم میبند. فقط هدف از ارائه این ما میخواستیم نشون بدیم که واقعا خروج اطلاعات واسه همه خیلی مهمه و به شخص خود من خیلی دوست دارم توی این زمینه کار کنم. مقاله توش دربارش خیلی زیاده و اینکه شرکت های ایرانی هم دارن روش خیلی کار میکنن. بچه های خواجه نصیر خودشون اومدن DLP نوشتن. شرکت های سازنده خیلی خوبی داره توی دنیا که معروف ترینشون فکر میکنم سیمنتک باشه، که به قدری هزینه راه اندازی و پیاده سازی این DLP بالاست که هر کسی نمیره سمتش. یه زمانی بود ERP اومده بود، میخواستن سیستما رو یک پارچه کنن، چند تا شرکت رفتن شکست خوردن، بقیه ترسیدن که هنوز هم ادامه داره. الان متاسفانه این اتفاق افتاده، چون هزینه پیاده سازی راه اندازیش خیلی بالاست و همه شرکت ها میترسن که برن ثبت این و شکست بخورن. چرا شکست بخورن؟ از اینکه من این همه هزینه کردم، اومدم تمام راه‌های خروج اطلاعاتم هم بستم، ولی بازم اطلاعاتم هم میره. از این قضیه میترسن. ولی روی این موضوع دارن خیلی کار میکنن و به جای خیلی خوبی هم رسیدن. من و همکلاسیم خانم نازی که الان جا نشستن خیلی زحمت میکشن توی این موضوع و دارن تحقیق میکنن دربارش. میخوایم اینو واقعا این طرز فکر رو از شماها و شرکت‌هایی که حتی مدیرایی که می‌خواین اینو پیاده سازی کنن، این طرز فکر بدی که امکان خروج اطلاعات هست از طریق این نرم‌افزارا بریزیم دور. واقعا نرم‌افزار خیلی خوبی هم اومده که میتونه جلوی خروج اطلاعات ما رو بگیره. و یه سازمانی بود و اینو بگم دیگه مزاحم وقتتون هم نشم، یه سازمانی بود توی ایران که رفتیم واسه مصاحبه، مدیر عاملش میگفتش آقا اصلاً برای ما مبلغ مهم نیست، شما فقط به ما اطمینان 100% بده که اطلاعات ما خارج نمیشه. حتی ایمیلشون هم بسته بودن، اما راه خروج اطلاعاتشون از طریق اوتلوک همون سیستم خودشون تو واحد مالی و چندین میلیارد تومان از این قضیه ضرر دیده بودن و توی دبی یکی از حساباشون خالی شده بود. یعنی به همین راحتی که دارم بهتون میگم. و فقط میخواستن که برقراری امنیت واسه اطلاعاتشون باشه و خیلی هم روی این قضیه حساس بودن که ما به صورت یک ماهه برای اینا نصب کردیم این پکیجو و اون شخصی که داشت این کار رو میکرد و دیدیم و خیلی جالب بود که بهتون بگم. ایشون شب از طریق ایمیل خودشون وارد سیستم که توی واحد مالی بود و سیستم خودش بود میشد، از اوتلوکش اطلاعاتو برمی‌داشت و هیچ وقت هم نمیتونست اینو پیدا کنه، در حالی که فلشش هم حتی بسته بود. وقتی مانیتور کردیم دیدیم ساعت 2:35 شب، ساعت 2:30 شب ایشون بلند میشده اطلاعاتو میبرده و حالا ضرر مالی خیلی خوبی هم زد بهش. فقط اینکه برای خروج اطلاعات همه ما مطمئنیم که واقعا راضیم هر چقدر بشه هزینه کنیم، اما هیچ گونه اطلاعاتی از گوشی ما خارج نشه، در حالی که همین الان داره اطلاعات از طریق گوشی های ما خارج میشه. نمونهش تلگرام که دیگه همه داره. ببخشید وقتتون رو گرفتم. تشکر از همکار عزیزم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.